خب برای کشتن فرگران ببینید کف دریا زغال رو باید با هم قاطی کنیم. نگاه میکنیم به نسبت تیرگی طرحمون. هر چقدر طرح ما تیره تر باشه زغال رو بیشتر قاطی میکنیم. خب معلن رو قاطی میکنم. با دست برمیدارید میریزید روی کار. ببینید؟ اگر طرحتون ساده است با دو تا انگشتتون خیلی سفت هر چقدر که قدرت دارید روش کار میکنید، خیلی سفت و محکم روش میکشید که یک دست یک دست بشه. این میشه یک بک‌گراند ساده. ببینید بازم اگر خواستی تیره تر بشه زغال بیشتر میکنید، اگر روشن تر کف دریا. حالا ما میخواییم یه مدل بگیراند ها هستش که حالت ابروبادی، حالت محو داره. خب اونو چجوری کار میکنی؟ یه ذره بازم از این پودرمونو میریزم اینجا، با دوتا انگشتم یا یه دونه انگشتم به صورت دایره دایره کار میکنم. بازم اگه میبینم بالا، خب ببینید زیاد از پودرم استفاده نمی کنم. اگر تموم شد استفاده می کنم. به صورت دایره دایره. اگر ماتیش دایره های بزرگ بزرگ بود پس من دایره همون بزرگ می کنم. اگر کوچیک بود کوچیک‌تر می کنم. خب حالا من اجازه تمیز کنم اینو. خب حالا ببینید اینجوری میشه. حالا یه مدل برگراندا هستش که توش ابر اومده، یعنی آسمونه و ابر اومده توش. ما اونو باید چجوری کار کنیم؟ اون مدل برگراندا باید اول زمینمونو به این صافی باشه، بعد پاکن خمیریمونو. ببینید من اینجوری میکنم، بذاری من اینو بردارم. خب اگر تونستید پالت تخم مرغی بگیرید که توی هر قسمتش یه رنگ داشته باشید. خب ببینید من میخوام ابر کار کنم. ببینم پایین ببینید شما. بازم عوض میکنم، میام پایین تیزش میکنم. دوباره البته به طرحتون نگاه کنید که چه قسمت هایی داره. اگر بخوای سفیدتر بشه دوباره اینو تغییر میدم و سفیدترش میکنم. فقط ببینید گرد گرد دارم میکشم، صاف نکشید که خیلی مصنوعی به نظر برسه. تمام قسمت ها به این صورت میکشید. این سه مدل بک‌گراند بودش. بازم میگم بستگی داره که چقدر تیره باشه و چقدر روشن کف دریا و زغالتون رو یکم زیاد میکنید.